این انقلاب هم به شما بگم روی گرده مستضعفین چرخیده. حرف من نیست، من بخشی از حرف امام براتون جدا کردم. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستن که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستن. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. صحیفه امام جلد 21 صفحه 86-87 و خودش میاد کمیته امداد درست میکنه. امام خیلی تنده در مورد پول دارا، خیلی تند صحبت میکنه. امام میگه اصلا تقریبا بعیده یه پولداری تو صف ما باشه، اگه باشه جز استثناست. جز این بود که این پابرهنه ها و این زاغنشین ها و این دانشگاهی های محروم، میگه حتی تو دانشجو بی‌بضاعت هاشون با ما وایستادن، پولداراشون نه. و این مردم کوچه و بازار با هم جمع شدن و برای خدا قیام کردن و نهضت کردن و ما را به این آزادی رساندن و آن صدهای بزرگی که در تصور کسی نمی آمد که شکسته بشود شکستن و ما را به اینجا رساندن که وزیر بشویم. آقایان گوش کنن، وزیر بشویم، رئیس جمهور بشویم، وکیل بشویم و همه اینها را داشته باشیم. و همه این از ملت است، ما هر چه داریم از این ملت است، البته ملت اسلامی که با فریاد الله اکبر این کار را انجام داد. تو رئیس جمهور شده کی آورده سر کار؟ تو سفیر شده کی آورده سر کار؟ وزیر تو خود امام زندگیش چطور بود؟ صد بار همین آقایون اومدن گفتن بابا زشت، خارجی‌ها بلند میشن میان اینجا، آبروی عزتمون میره. و همینه که هست، مبلا رو عوض کن، مبلا یک کاناپه داشت میشسته. بزرگترین مسئولین دنیا اومدن اونجا، همونجا نشوندشون. اینا واقعیت های مملکت. بله الان کاری که آمریکایی‌ها کردن، بریم از سندش رو خوندم، سخنرانی نفوذم سندش خوندم، میگه خمینی رولز، میگه دست بذارید رو قواعد خمینی، اینا رو باید زد. یکیش چیه؟ هیچی. وقتی بگن امام شما یاد اون خونه محقر جماران نیفتی، یاد کجا بیفتی؟ مرقد عجیب غریبی که برای امام درست کرد. بنده اینو عین باطل میدونم. هر کس میخواد هر حرفی بزنه بزنه. من بر مبنای اندیشه‌های خود امام، والله قسم میخورم اگر امام میبود برای خود، اگه میشد امام بیاد بیرون از توی قبر، بیاد ببینه، ببین چی کار میکرد با اینجا. شما دید رهبر انقلاب چند سالی که وقتی میره اونجا سخنرانی 14 خرداد، زیلوهای بیت رهبری میبره اونجا میندازه زیر پاش. پیام داره دیگه. من تو برنامه جهان‌آرا برای اولین بار اومدم یه سری از بحث‌های زندگی خصوصی رهبر انقلاب گفتم. بعضی بهشون برخورده بود، چرا داری میگفتم؟ چرا نگم؟ میدونی چرا میگن نگو؟ چون وقتی بگی الگو درست میشه. فردا میگن خب آقای اصولگرا، آقای انقلابی، آقای اصلاح طلب، آقای مسئول، چون وقتی رهبرتون اینجوریه تو چرا اینجوری پر؟ سخت میشه کار دیگه. و این حواسشون نیست تو که الگوی اجتماعی تو که مسئولین الناس علی دین ملوکهم، مردم شبیه مسئولینشون زندگی میکنن. وقتی تو این مسئول همه، یعنی فکر نکن یعنی اون کسی که حکم براش خورده منم مسئولم. انقلاب رو گرده این مردم داره میچرخه. الانم هدف همینن. این داستان اقتصادی که هماهنگ از داخل و بیرون داره میزنه رو کی اثر میذاره؟ ها؟ رو قشر مستضعف. وگرنه پول داره که خونش 1 میلیارد شد 3 میلیارد. مطلب دیگر این است که خوب شما هم میدانید که مردم این دولت را و این جمهوری را اصلا اینگاه برای امروز حرف زده خدا شد، نه حرف امامه. اگه حرف امام نمود میمدن هزار جور انگ به ما میزدن که مردم این دولت را و این جمهوری را به پا کردن و آن هم نه همه مردم. میگن اینقدر میگه مردم این جمهوری را آوردن، اصلا همه مردم نبودن ها. یه دقیقه واسه اینجا من درستش بکنم. امام میگه این مردم پا برهنه فقرا بودن، این بازاری و این متوسطین و محرومین. میگه تو بازاریاش هم متوسط و متوسط به پایین، اون مولتی میلیونراشون نه، الان موقع بگی میلیونر دیگه. فشار روی اینها بوده است، یعنی فشار انقلاب روی دوش این محرومین بوده. اگر در خیابان‌ها در تظاهراتی که مردم کردن در زمان رژیم سابق و بعد از او در اوایل انقلاب، اگر یک کسی بررسی کرده بود میدید، ببین بررسی کنید تو انقلاب و بعدش جنگ اونم بررسی میدید که در بین اینها از آنهایی که مرفه چند نفرن و محرومین چند نفر. میبرید بررسی کنید چند تا پولدار اومدن شهید شدن، چند تا از مستضعفین و محرومین و پایین شهری ها. محرومین هن که این کار را کردن. بنابراین دولت شما دولت محرومین است. میگه شما نماینده محرومینید. اینا شما را آوردن سر کار. و اینا قبل انقلاب یکی توجه میکرد به شماها. یه جا دیگه باز. آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، پیدا کند 1362 امام خطر امروز گفته.
1367 مخوی، آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه دولت و ملت رو بخونیم. اینو ما فاتحه همه رو باید بخونیم، هم دولت هم ملت، چون امام میدونه وقتی مسئولین این خوی رو پیدا کنن مردم لاجرم میزنن تو همین خط. آن روزی که رئیس جمهور ما خدای ناخواسته از آن خوی کوخ نشینی بیرون برود و به کاخ نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارن پیدا میشه. آن روزی است که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای ناخواسته. امام داره مسئولین رو مثال میزنه، رئیس جمهور رو میگه، مجلس رو میگه، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما باید فاتحه این کشور را بخوانیم. کجا وزیری که 1500 میلیارد تومان ثروت داره میتونه بفهمه مردم چی میگن؟ به خدا نمیشه فهمید. گفت احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. من معتقدم اگر جمعش نکنیم از دست رفتیم قطعا. خدا چک سفید امضا به هیچ کی نداد، به انقلاب رسول الله نداد، به انقلاب ما بده.